سلام و وقت بخیر به بخش دوم برنامه آخر خط از نور خوش آمدید. در نخست گزارش برنامه آماده نشر است. با رفتن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم، شیوه های جدید پیکارهای انتخاباتی، سفرهای ولایتی و حمایش های مردمی، پیوستن نامزدان دور اول و حمایت احزاب و شخصیت های سیاسی از دو رقیب حال و هوای کشور را دگرگون کرده است. رقابت تیم‌های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم با توجه به فاصله بیش از 1 میلیون رای در دور اول میدان رقابت را گرم‌تر کرده است. هر دو رقیب به نحوی تلاش کردند تا از همدیگر پیشی بگیرند و وزنه سیاسی و پایگاه مردمی خود را در میان مردم سنگین‌تر نشان دهند. با این همه پس از ساعت 12 امشب دو رقیب سکوت خواهند کرد تا مردم در فضای آرام فکر کنند و تصمیم بگیرند چه کسی را برای 5 سال آینده به عنوان رئیس جمهورشان برگزینند. ما جدا از ایام سکوت نظارت میکنیم و با متخلف در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد قانونی و حقوقی خود خواهد داشت. پس از 3 هفته پیکارهای انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری، روزهای 5 شنبه و جمعه خالی از هر گونه مبارزه انتخاباتی خواهد بود و روز شنبه هم شهروندان کشور به پای صندوقهای رای‌دهی خواهند رفت. باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط از نور هستید. در نیم ساعت پسین برنامه آقای دکتر سردار محمد رحیمی از استاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی با ما هستند، اما از استاد انتخاباتی تحول و تداوم هم تماس گرفته، مهمان برای ما هماهنگ نکردند. آقای رحیمی خیلی خوش آمدید. تشکر شما. تا چند ساعت دیگر را در گزارش هم شنیدیم که دوره مبارزات انتخاباتی دور دوم به پایان میرسد. در کل مبارزات دور دوم انتخابات چگونه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه آخر خط. در ساعات پایانی کمپاین های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 قرار داریم و فکر میکنم که ساعت حساسی هم هست و بالاخره بیش از 20 روز کمپاین در دور دوم هم به پایان میرسه با تمامی فراز و نشیب ها و مشکلاتی که وجود داشت. منتها من چند نکته رو میخوام در مورد کمپین های انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم بیان بکنم که نخستینش رو فکر میکنم در گزارش شما هم تا یک حدی بیان شد. واقعیت نگری سیاسی در بین تیم ها و جریان های سیاسی در افغانستان به میزان کم هست. ببینید وقتی یک تیم با بیش از 1 میلیون رای فاصله تلاش میکنه که باز هم بخت خودش رو در دور دوم انتخابات بیازماید، این نشان میدهد که هنوز این واقع نگری به وجود نیامده است که اراده مردم افغانستان یک شبه تغییر نمیکنند. بنابراین وقتی مردم افغانستان تصمیم خودشون رو در 16 حمل نشان دادن در مورد انتخاب رئیس جمهور بعدی و 1 میلیون رای بین تیم اول و دوم فاصله هست، طبیعتاً این انتظار میرفت که تیم تداوم و تحول تلاش میکرد که در قالب نوعی تعامل برای بهبود وضعیت اقتصادی امنیتی سیاسی افغانستان همکاری داشته باشه. اما فکر میکنم که این گفتیم واقع نگری وقتی وجود نداشته باشه، هزینه های مردم افغانستان در حوزه اقتصادی امنیتی و تلفاتی که ما در طول 21 روز گذشته هم از در واقع تیم های انتخاباتی، خصوصا تیم اصلاحات همگرایی داشتیم و سوی قصد به جان رهبران تیم اصلاحات همگرایی و همینطور هزینه های مالی فوق العاده ای که بار شد، اینها پیامد یک تصمیم گیری غلطی است که فکر میکنم جریان های سیاسی ما خصوصا تیم تحول داشته است. از جانب دیگه شما نگاه بکنید که طبیعتا مبتنی بر اینه که تیم اصلاحات همگرایی موفق شده بود که رأی بیشتری از مردم افغانستان، حدود 45% بالای 45% به دست بیاره، در دور دوم هم اکثر تیم های قدرتمندی که در دور اول تانسته بودن مقام های سوم، پنجم یا در واقع بعدی رو به دست بیارن به تیم اصلاحات همگرایی پیوستن. این طبیعت کار هستش. اونها تلاش میکنن که در آینده سیاسی افغانستان در حکومت بعدی سهم داشته باشن. این سهم خواهی اگر در چارچوب‌های حقوقی و قانونی شکل بگیرد، مبتنی بر برنامه باشد، طبیعی هست و در واقع معمول و رواج هستش در همه دموکراسی‌های دنیا. اما برعکس آن چیزی که شعار داده میشه در مورد اینکه یک از تیم ها سهامی است و تیم دیگری نیست، اما عملا این نشان میداد که جذابیت یک از تیم ها برای سایر شخصیت های ملی و تیم های سیاسی چندان بالا نبوده و اونها
قصد ندارن که آینده سیاسی خودشون رو در حکومت بعدی به تیم بازنده گره بزنن. خب این بازی طبیعی هستش که در همه دموکراسی ها وجود دارد. باید 4 سال 5 سال در اون کشورهایی که 4 سال دولت ریاست جمهوری است و در کشوری مثل ما که 5 ساله هستش، تیم ها باید تلاش بکنن که اراده مردم رو به سمت خودشون معطوف کنن، حمایت مردم رو به سمت خودشون معطوف کنن تا بتونن که در رقابت های سیاسی برنده بشن. وقتی که احساس میکنن که حمایت عمومی با اونها نیست، تلاش بکنن که برای دوره بعدی کار بکنن، فعالیت بکنن. تیم اصلاحات همگرایی و بدنه از او که تیم در واقع حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان، ائتلاف ملی افغانستان، حزب اسلامی افغانستان، اینها از حدود 3-4 سال گذشته و حتی بهتر بگیم که از پایان دوره انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته اینا تلاش خودشون شروع کرده بودن به عنوان اپوزیسیون سیاسی افغانستان، قبلا با تشکیل جبهه ملی، ائتلاف ملی و بعدها اتحاد انتخاباتی و سرانجام اصلاحات و همگرایی. اینها یک مبارزه مدنی رو از چند سال گذشته آغاز کرده بودن. طبیعتا ناکارآمدی ها و نارسایی های حکومت افغانستان هم مردم رو در حمایت تیم قرار داده است و تیم تداوم تحول بیشتر شعارهایشان به میزان گنگ و مبهم بوده است، هم در مورد تداوم که اگرم معنای درستی بشه تداوم سنت 300 ساله و 13 ساله گذشته است که برای مردم افغانستان جذابیتی نداشت. شخصا در هر بحث اشاره میکنم که البته وقتی که مسئله تداوم مطرح میشه بخشی از دستاوردهای البته اندکی که در چند سال گذشته افغانستان نصیب شده اون باید تداوم. خب ببینیم قرار است که مثلا تیم های دیگر که میان ارزش ها رو نابود بکنن. طبیعی هستش که مردم افغانستان در 13 سال گذشته چیزایی رو به دست آوردن. تیم اصلاحات همگرایی که بس اصلاحات را مطرح کرده واضح اشاره نکرده که اصلاحات در کدام بخش؟ ببینید اصلاحات مشخص است، یعنی اینکه رفع نارسایی ها و نواقصی که مردم افغانستان اونها را در 13 سال گذشته و در گذشته تاریخی دیدن و اونها باید اصلاح بشه. این اصلاحات میتواند در مبارزه با فساد، مبارزه با مجموعه از در واقع مشکلاتی که در روند حکومت و اداره وجود داشته است و همینطور اصلاحات در حوزه قانونی، اصلاحات در حوزه ساختارهای عدلی و قضایی و قانونی که وجود دارد و اینها باعث شده است که عدالت در جامعه افغانی محقق نشود. پس این شعار در واقع کاملا واضح و مشخص است در مقابل شعار تداومی که گفتیم اگر معنایش رو در ذهن داشته باشیم بیشتر متبادر میشه به همون سنت گذشته سیاسی که واقعا برای مردم افغانستان مطلوب نبوده. همینطور در مورد تحول گفتیم که معنا فی نفس تحول معنای مثبتی نداره. تحول میتواند به در واقع سمت منفی یا به سمت مثبت باشد. مثلا تحولات سیاسی اجتماعی کشور شما بررسی میکنین، هم کودتا رو هم تحولات مثبت رو بررسی میکنین، اما وقتی اصلاحات عنوان میشه اصلاحات فی نفس یک معنای مثبت دارد، رفع نارسایی ها و نواقص و حرکت به سمت جلو و پیشرفت. از این بابت من فکر میکنم که در دور دوم انتخابات، یعنی کمپاین انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل اینکه گفتیم تیم تداوم تحول ای واقعیت نگری سیاسی رو نداشت، هزینه های را البته که همکاران فنی ما اشاره میکنند.